وعده های دروغ، سخنان پوچ و بی اساس، عبارت های غیر علمی و انبوه عبارت های دیگر که یا برای فریب مردم بیان شده یا برای پوشاندن جنایت ها و دزدی های حکومتی به کار گرفته شده. این میراث شوم از خمینی به سران حکومتش به ارث رسیده. خمینی می گفت: دل خوش نباشید که مسکن فقط می سازیم، آب و برق را مجانی می کنیم برای طبقه مستمند، اتوبوس را مجانی می کنیم برای طبقه مستمند. دل خوش به این مقدار نباشید، معنویات شما را، روحیات شما را عظمت می دیم. دروغ بودن این سخنان نیاز به بحث ندارد، اما این سلسله ادامه دارد. یک نمونه دیگر آن که به تازگی تاریخش منقضی شده آخوند روحانی است که گفته بود: دولت تدبیر امید دنبال این هست که اونچنان رونق اقتصادی ایجاد بکنه و اونچنان مردم رو از لحاظ درآمد سرشار بتونن در اختیارشون قرار بگیره. اصلا به این 45,000 تومان خودشون نیاز نداشته باشن، زندگی خوب داشته باشن، همه افراد شاغل باشن در خونه، در خانواده، با افتخار. اکنون هم نوبت آخوند رئیسی و معاون اولش مخبر است. همین قضیه کرونا، من واقعا هفته گذشته یه 2-3 شب رو گذراندم که در عمرم به این خوشی نبودم. 4 نامه از 4 کشور اروپایی به اسم ستاد اجرایی فرمان حضرت امام اومده بود که ما از شما تجهیزات پزشکی میخواییم. همونایی که به ما روز اولی که رفتیم این تجهیزات بیاریم راه ندادن، امروز التماس میکنن که ما بهشون تجهیزات بدیم. یه خبر بسیار مهم دیگه که عرض کنم خدمتتون اینه که ما در تولید واکسن از هیچ جای از پیشرفته ترین قسمت کشورهای دنیا هیچ عقب نیستیم. 4 دهه جنایت، دزدی، دروغ و چپاول هیچ جایگاهی برای چنین یاوه‌هایی در میان مردم باقی نگذاشته. اما سوال این است که چرا سران حکومت آخوندی دست از این یاوه‌گویی‌ها و این وقاحت عجیب و غریب بر نمی‌دارند؟ شاید این کلام یک هنرمند شرحی باشد بر این وضعیت که گفته است: گاهی اوقات فقط به طرف نگاه می‌کنی و تعجب می‌کنی این حجم وسیع بی‌عقلی و نفهمی چطور در کله به این کوچیکی جا شده است.